سلام، شنبه و یک شنبه 3 و 4 آذر 97، 24 و 25 نوامبر 2018 میلادی. با عذرخواهی از اینکه به دلیل مسافرت برنامه دو روز در یک روز خدمتتون ارائه میشه، در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه وارد 21 روز خودش شد و دیروز شنبه راهپیمایی در سطح شهر گسترش داشت تا میدان معلم شوش و جلوی فرمانداری. کارگران حسب معمول تجمع داشتند. مدیر کل وزارت راه عنوان کرده که پرونده اسماعیل بخشی پرونده امنیتی است، لذا وزارت کار نمیتواند ورود داشته باشه. همینطور پرونده خانم سپیده قلیان خبرنگار که گفته میشه در زندان مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته. در اهواز کارگران فولاد اهواز هم کماکان به اعتراض و تجمع خودشون به صورت گسترده ادامه میدن و همکاری و استقبال مردم از اونها هم بارها مشاهده شده. در استان اصفهان کشاورزان روستای قارن از توابع شهر زیار هم تجمع اعتراضی داشتند و اقدام به تخریب خط لوله انتقال آب به یزد کردند، موضوعی که شاید برای 20 چندمین بار داره اتفاق میفته. نیروی انتظامی در صدد ممانعت بر اومدن، درگیری و زد و خورد پیش اومد. پاره ای از کشاورزان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد که مسئولین وزارت نیرو حقابه کشاورزان رو واگذار کرده، کاری که در واقع فروش مال غیر باید محسوب بشه و حتی مصوبات شورای عالی آب را هم اجرا نمی کنه. موضوع دوم اینکه حمزه درویش زندانی اهل تسنن در زندان رجایی شهر 61 روز اعتصاب قضای خودش رو در حالی پشت سر گذاشته که جمعی از زندانیان اهل سنت به حمایت از او برخواستند، از مسئولان خواستند که صدای او رو بشنوند، در حالی که خود این زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حمزه خواستار اعاده دادرسی خودش در دادگاهی عادلانه شد. در شهر بانه 3 نفر به صورت جدا از هم بازداشت شدند و در استان کرج هم 12 نفر از اعضای عرفان حلقه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. موضوع سوم این که زلزله شدیدی به قدرت 6.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در منطقه بین شهرهای قصر شیرین، سر پل ذهاب و گیلان غرب امشب به وقوع پیوست که آثار زمین لرزه تا اسرائیل و کویت و بغداد هم مشاهده شده و گفته میشه دست کم 260 نفر مجروح شدند. مدارس و دانشگاه های استان کرمانشاه تعطیل شده و این در حالی است که هنوز ممکن است آمار زخمی ها و احتمالاً کشته بیش از اینها باشه. درست اندکی بعد از سالگرد زلزله سال قبل در سر پل ذهاب این زلزله به وقوع پیوسته، زلزله ای که در سال قبل هنوز خرابی هاش ترمیم نشده، زلزله ای که 11 شهرستان رو در بر گرفت، بیش از 1930 روستا رو
لرزاند و 100 هزار واحد مسکونی تخریب شد، 620 کشته و 8 هزار زخمی بر جا گذاشت. خبرگزاری ایلنا خبر داده از این که زعفران ایران به افغانستان قاچاق میشه و از اونجا با مارک افغانستان به عنوان زعفران افغانستان صادر میشه. این کار رو عده صادر کنندگان برای گریز از پیمان ارزی سپردن انجام میدن. قیمت نفت دریای شمال به زیر 60 دلار رسید و با توجه به افزایش تولید امریکا، عربستان، روسیه، عراق و لیبی بیش از 700 هزار بشکه روزانه نفت مازاد در بازار موجوده که باعث این صعود قیمت شد. این ترتیب جای نفت ایران رو نه فقط پر کردن بلکه مازاد در بازار هم وجود داره. موضوع چهارم اما این که کنفرانس وحدت اسلامی با دعوت از 350 مهمان خارجی در تهران برگزار شده، هزینه بسیار، عده مهمانان مفتخور رو جمع میکنن و مقامات پیشینی مثل نوری مالکی یا حامد کرزایی که با ایران روابطی هم داشتند و اونها هم از قبل ایران پول زیادی به جیب زدن، هم مهمانان دیگر این نشست بود. آقای روحانی حملات تندی رو در صحبت خودش به عربستان و اسرائیل کرد و اسرائیل رو قده سرطانی نامید که واکنش های نه فقط مسئولین اسرائیل بلکه سایر مسئولین دنیایی مثل نخست وزیر اتریش رو هم در بر داشت. اما موضوع آخر این که جناب سردار نقدی فرمودند که انقلاب اسلامی با هیچ لذتی در دنیا قابل مقایسه نیست. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا، شاد پیروز با موفق و سرفراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.